به نام خداوند بخشنده و مهربان، غلام عباس حسنی هستم. معمولا ما از سال 88 در رسانه های مختلف کار کردیم، من جمله داخل این رسانه های ملی و بین المللی باعث تصویر بردار یعنی فوتو ژورنالیزم فعالیت میکرد. همونطور که از نامش پیداست، ماه مبارک رمضان یکی از بهترین ماه های سال است. چرا؟ به خاطر که در این ماه قرآن نازل شده و همچنان مثلا شبهای قدر که ما شما فضیلتش بیشتر میفهمیم و بیشتر در اون شب هاست که مثلا آدم با خداوند نزدیک میشه و از طریق دعا و از طریق نیایش خود میتونه با خداوند نزدیک شه و میتونه مثلا خواستایی که داره در اون شب ها میتونه بهترین شب ها باشه. در کل ماه مبارک رمضان شب هایش روزهایش یک ماه پرفضیلت است و میتونند در این شب ها بهترین روز و نیاز های خود را در طول سال، اگر مثلا دعایشان قبول نشده، میتونه در این ماه بهترین اجابتی دعاست. و بهترین ماه این ماه مبارک رمضان است از جمله نفس است که باید نفس خود را چگونه پاک کنیم. مثلا حرام نخوریم، دروغ نگوییم، مثلا دغل بازی در کارهای خود نداشته باشیم، همیشه کار ما صادقانه باشه. در کل سال باید تو باشه، ولی ماه مبارک رمضان فضیلتش بیشتر. خب این در کل باید وقتی که یک نفر میگه امید میکنه در یک جای کار میکنه، البته از هر لحاظ یک امید داره، مثلا چیز نگاه مادی باشه، چیز نگاه معنوی باشه. کسایی که کارفرما هست باید توجه داشته باشه نسبت به کارفرما، کارمندای خود. خصوصا مثلا در ماه مبارک رمضان ما اینجا تیم داریم از طبقه اوناس، از ذکور هستن، فعالیت میکنن. ماه مبارک رمضان ما وقتی که کارمندای ما میای صبح سر وظیفه خود، بیشتر کوشش میکنم کارهایی که مثلا اگر از عهده ما خودیم برآمده بتانم، کارمندای ما خسته باشم میگم باش کار خودیم انجام میتیم، شما برین استراحت کنید. به اون لحاظ که مثلا سرشان فشار نبیه. و پرسیدین که مثلا در وقتی که هیت میشه شما چی را دارین، گزینه را دارین؟ گزینه ما در پیش از این که هیت شروع شوه، مثلا اگر از توان ما باش، البته یه مهم است که باید توانمندی از او کار باید داشته باشدم یک کار انجام بده. ما کارمندای خود از نگاه مثلا مادی کوشش میکنم که مثلا برشون در فامیلشان، در خودشان و این می مثلا یک زمینه میشم. ما وقتی که یک نفر از طریق ما مثلا سایه وظیفه شده اینجا کار میکنه، اونم میتونه برای فامیل خود یک آذوقه ببره. و در ماه مبارک رمضان این چیزا رو ما بیشتر توجه داریم که مثلا بریم از فامیل از اینا دیدن کنیم و ببینیم مثلا وضعیت اقتصادیشان. وقتی که مثلا ما میبینیم کارمندای ما خسته هستن، مثلا یا مشکل داره، بعضیش پرسان میکنیم چی مشکل داره، چرا خسته هستی؟ بعضیشان در جریان میمونه که مثلا یا مشکلی اقتصادی داره یا مثلا کدام کاری دیگه داره، ما هر چیز از توان باشه درشان خدمت میکنم. خصوصا کسایی کارفرما هستن و توجه جدی با این داشته باشن که با کارمندای خود در طول کل سال باید با شفقت و مهربانی برخورد کنن. و خصوصا در ماه مبارک رمضان که مثلا همه اعمال آدم تحت تاثیر مثلا ماه مبارک رمضان باشه، این است که مثلا کارمندای خود دلجویی بده، هزار نگاه باید با اونا ارتباط داشته باشه. مثلا اون حوز فامیل یک کسی که کارفرما هسته هست، مثلا باید با حوز فامیل خود آدم چگونه یک برخورد داشته باشه.